درود بر دوستان عزیز. ما از این موضوع اطلاع داریم که یک سری پاکسازی صورت گرفته در سطوح مختلف. زمانی که در لایه آسترال پاکسازی صورت گرفته، یک سری انرژی ها و موجودات اومدن روی زمین. یعنی میشه گفت اینجا پناهنده شدن، چون دیگه نمیتونستن اونجا که پاکسازی صورت گرفته باقی بمونن. نه به این معنا که در لایه آسترال فقط موجودات منفی بودن، نه، ولی چون پاکسازی که شد، خب موجودات منفی از اونجا اومدن بیرون و اومدن روی زمین. روی زمین که اومدن، خب به هر حال باید از یه جایی انرژی بگیرن دیگه، یه انرژی نیاز دارن یا یک جسمی نیاز دارن که بتونن ازش استفاده بکنن. به همین دلیل امکان داره که بعضی از افراد که کلن ارتعاش پایینی داشتن، الان ارتعاششون پایین تر هم رفته باشه، چون در هر صورت این انرژی ها وارد اشخاص یا جسم هایی نمیتونن بشن که ارتعاششون بالاست، اصلا پذیرا نیست ارتعاش بالایی همچین چیزی رو. در نتیجه میرن وارد یک شخصی میشن یا نفوذ میکنن، یعنی میرن وارد مدار یک کسی میشن که ارتعاشش همینجوری هم جالب نبوده و ممکنه یه رفتار این شخص که قبلا هم جالب نبوده الان هم بدتر شده باشه. به هم دلیل اگر شما اشخاصی رو میبینید که قبلا هم باشون کنار نمی اومدید ولی الان چندین برابر ناجورتر شد رابطه، امکان داره که تحت نفوذ یک انرژی باشن. و چیزی که خیلی مهم هست، لطفاً شما خودتون رو ناراحت نکنید از رفتار بد یه همچین کسی، چون اون موقع انرژی از شما گرفته میشه و این دقیقاً هدف این موجودات هست که انرژی از شما بگیرن. اما اگر شما عکس العمل نشون ندید، خب اون موقع اونا ولتون میکنن دیگه، چون میبینن که او خبری از انرژی نیست، پس بنابراین نمیتونن سیر بشن، میرن سراغ یه شخص دیگه. و اگر همه اشخاص واقعا محل نذارن، اینا کم کم دیگه اون جسمو میتونن رها کنن و برن و میرن خب سراغ یکی دیگه یکی دیگه. انقدر این کارو میکنن تا بالاخره به یکی بتونن برسن که بتونن از طرف و اطرافیانش انرژی کسب کنن. این از این. در هر صورت نه اینکه فکر کنید هر کس که حالا یه داد بیدادی کرد حتما یه چیزی توی میدان انرژیش هست، نه. اما اگر احیانا میبینید که یه کسی رفتارش تغییر کرده، راه رفتنش، حرف زدنش، یا مثلا طرز لباس پوشیدنش، یا طرف مثلا قبلا رنگ بنفش دوست داشت الان قرمز دوست داره، و کلن عادات غذاییش، وقتی این نفر واقعا یه سری چیزاش تغییر کرده یهو، علاوه بر اخلاقش که بدتر شده، اون موقع امکان داره که تحت نفوذ یه همچین موجودی طرف قرار گرفته باشه. و ما واقعا الان نیاز داریم که انرژی هامونو نگه داریم و تحت نفوذ انرژی خارها قرار نگیریم، چون چالش های زیادی در پیش داریم. من نمیگم چیزهای بدن، چون در هر صورت وقتی که پاکسازی صورت میگیره همیشه خب یه سری چیزها میره تا بتونن یه سری چیزهای بهتر به طرف ما بیان. اما برای اینکه ما موفق بشیم این چیزهای خوب رو بذرشون اینجا بکاریم، در هر صورت نیاز به انرژی داریم. اینو خواستم بهتون گفته باشم. برای همتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.